همراه هستیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار فعال سیاسی از تورین. آقای نخل احمدی، خیلی صحبت ها میشه درباره اینکه مولوی عبدالحمید از یک کاندیدای حمایت کرده یا حمایت نکرده، شایعات و اخبار مختلفی میشنویم. چقدر این نقل قول ها قابل استناد هستند از نظر شما؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. اجازه بدین دو تا شیطنتی که عموما اصلاح طلبان متأسفانه در این چند وقت به کار بردن رو متذکر بشم. اول اینکه ما مثل اوایل انقلاب که صحبت از این بود که تعهد در واقع ارجعیت دارد به تخصص و یک دوگانه‌ای درست کردن، متعهدین رو گذاشتن سر کار و الان ما وضعیت کشور رو می‌بینیم به چه حال و روزی در آمده. الان هم اصلاح طلبان صحبت از خوب و بد میکنن، میگن فلانی بد هست فلانی خوب هست، پس ما برای در واقع پس زدن بد باید بریم پای صندوق و به خوب رأی بدیم، در صورتی که خب به هر حال الزاما اگر فرض کن یک کاندید خوب باشد به معنای نیست که میتواند کار انجام دهد یا نقش موثری داشته باشد. اما با شیطنت دوم این هست که انگشت اشاره به سمت بد رو هم متاسفانه نادرست اشاره میکنن، یعنی در حال حاضر میگوین جلیلی بد هست پس میتوانیم با رأی دادن جلیلی رو کنار بزنیم، در صورتی که همه میدانن، خود اصلاح طلبان هم میدانن بد اصلی در جمهوری اسلامی علی خامنه ای هست و الزاما با رأی ندادن یا رأی دادن شما نمیتوانید این ساختار رو در واقع متأثر بکنین و شرایط رو به نفع مردم، به نفع منافع ملی تغییر بدیم. در این راستا ما میبینیم در چند وقت گذشته برخی از متأسفان همین اصلاح طلبان با نقل قولهایی که درباره در سفرهایی که به زاهدان داشتن، دیدارهایی که با آقای مولوی عبدالحمید داشتن، با نقل قولهای مبنی بر اینکه خب ایشون به لحاظ شخصیتی یک کاندیدا رو در واقع بیشتر میپسندد، این رو تفسیر بر این کردن که آقای مولوی عبدالحمید و مسجد مکی از یک کاندیدا حمایت کردن یا مردم رو فرا خواندن برای شرکت در انتخابات، در صورتی که آنچه که محرز هست حداقل در چند ماه گذشته آقای مولوی عبدالحمید صحبت از این کردن که ما تجربه اصولگرا و اصلاح طلب و اعتدالی رو در واقع سالهای گذشته و دهه‌های گذشته رو داشتیم، همه اینها آمدن صحبت کردن، قول‌هایی دادن، اما هیچ کدام از اینها یا نخواستن یا نتوانستن به قولهای خودشون در خصوص اهل سنت، اقوام و مردم ایران عمل بکنن و به همین دلیل شرکت در انتخابات رو امری بیهوده در واقع نامیدن. به خاطر همین هم هست که بعید هست که آقای مولوی عبدالحمید با اون پیشینه که در چند ماه گذشته موازی که داشتن و شرایطی که امروز بر همه مسجل هست، اینکه به هر حال علی خامنه ای تنها در واقع نیتی که از انتخابات دارد این هست که مردم رو پای صندوق‌های رأی بیاورد، بگوید که من مشروعیت دارم، اما در نهایت باز همون سیاست‌ها و همون عملکرد پیشین خودش رو پیش خواهد برد. آقای نخل احمدی، خیلی کوتاه هم بپردازیم به وضعیت در استان سیستان و بلوچستان در روزهای منتهی به دور دوم انتخابات. چه خبرهایی میشنوین؟ چه حال و هوایی داره اون؟ ببینید خب در دوره اول به نظرم مشهود بود که سیستان بلوچستان بیشترین آمار ریزش رأی رو نسبت به سایر استان‌ها داشت، نزدیک به 33% که تقریبا میشه گفت بی سابقه بوده در این استان. به هر حال شاید بگم همه مردم ایران متأثر از این نظام و ناامید از صندوق رأی هستند، اما خب شاید استان‌های حاشیه‌ای که اغلب قومیتی یا مذهب اهل تسنن دارن بیشتر سر خورده هستن از این وضعیت و به خاطر همین هم ما می‌بینیم به درستی مردم نسبت به حضور در پای صندوق‌های رأی تردید داشتن و حضور چندانی در این استان وجود نداشت. مهدی نخل احمدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. سپاسگزارم.